سرخط خبرها و مهمترین ها. منابع محلی از وقوع انفجار در شهر کابل خبر دادند. یک خانواده هلمندی از کشته شدن پسر خود در زیر شکنجه طالبان خبر میدهند. منابع: طالبان ده ها معترض را برای گفتگو با فسیحالدین فدرت به فیض آباد بردند و همچنان در پایان بغلان نیز به سرنوشت بدخشان مبتلا شد. مشروع خبرها. منابع محلی شام سه‌شنبه گفتند که انفجار قوی در منطقه خیرخانه شهر کابل رخ داده است. تا هنوز جزئیات بیشتر از حمله علت انفجار در دست نیست. شمار از مخاطبان صدای مهم انفجار را شنیدند. تا هنوز گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما در چند ماه گذشته دو گروه، جبهه مقاومت و جبهه آزادی، عملات متعدد به پازگاه‌ها و قرارگاه‌های نظامی طالبان در کابل و ولایت‌های دیگر افغانستان انجام دادند. یک خانواده هلمندی از کشته شدن پسر خود در زیر شکنجه طالبان خبر میدن. اعضای خانواده در هلمند میگویند که یک عضو جوان این خانواده زیر شکنجه طالبان در زندان جان داده است. آنها گفتند که مقام های طالبان نمیخواهند موضوع مرگ این جوان رسانه‌ای شود، چرا که باعث بدنامی آنها میشود. این خانواده هلمندی میگوید که ماموران امنیتی و امرالمعروف طالبان عبدالمنین را در حوزه نوم شهر لشکرگاه بازداشت کرده بودند. اعضای خانواده عبدالمنین افزودند که او با دو دوستش در یک شرکت گاز کار میکرد که ماموران طالبان به محل کار آنها رفته و این دو را با خود بردند. پزشکان در شفاخانه بس هلمند به این خانواده گفتند که عبدالمنیر بر اثر شکنجه شدید جان باخته است. این خانواده میگوید که طالبان بر پزشکان فشار وارد میکنند که گزارش فوت عبدالمنیر را تغییر دهند و بنویسند که او در اثر مصرف مواد مخدر درگذشته. این خانواده اما میگوید که او کارگر و راننده تراکتور بود و مواد مخدر مصرف نمیکرد. این خانواده هلمندی میگوید که روز گذشته با حدود 300 نفر دیگر جنازه عبدالمنین را بر رسم اعتراض به دفتر والی هلمند بردند، اما طالبان گفتند که بر رسانه ها چیز درباره مرگ او نگویند، چرا که باعث بدنامی طالبان می شود. معاون والی طالبان به معترضان وعده داده است که افراد دخیل در قتل عبدالمنین را در ظرف دو روز دستگیر می کند و به دادگاه می سپارد. منابع: طالبان ده‌ها معترض را برای گفتگو با فسیحالدین فدرت به فیض آباد بردند. منابع محلی گفتند که طالبان 35 معترض را از درائم و شمار از معترضان را از ارگو برای گفتگو با فسیحالدین فدرت رئیس ارتش طالبان به فیض آباد بردند. با گفته منابع محلی، این افراد صبح روز سه‌شنبه به فیض آباد منتقل شده بودند. رئیس ارتش طالبان از دو روز پیش برای مذاکره با معترضان به بدخشان رفته است. درگیری میانگروهی در بغلان. طالبان یک فرمانده تاجک تبار خود را بازداشت کرد. منابع طالبان میگویند ملا اختر فرمانده امنین گروه در بغلان مرکزی با ملا عزیز یک فرمانده تاجک تبار در ولسوالی برکه بغلان درگیر شده است. منابع گفتند در این درگیری ملا عزیز و خانواده‌اش بازداشت و 4 تن از افراد او زخمی شده است. منابع مرتبط به طالبان گفتند این درگیری پس از آن میان فرماندهان پشتون تبار و تاجک تبار و طالبان آغاز شد که ملا عزیز میخواست در ولسوالی برکه بغلان خانه بسازد. آنها گفتند زمانی که طالبان از ساخت این خانه جلوگیری کردند، درگیری میان آنها آغاز شد. منابع گفتند در این درگیری 4 تن از افراد ملا عزیز زخمی شد. ملا عزیز مشهور به حاجی طارق، عامر اپراسیون فرماندهی امنیت طالبان در بغلان است. ویدئویی که از این درگیری به دست رسیده صدای تیراندازی شنیده می شود. همزمان فایل صوتی که از ملا عزیز در اختیار قرار گرفته، او از برخورد طالبان نسبت به طالبان تاجک تبار در بغلان انتقاد می کند. این فرمانده محلی طالبان در این فایل صوتی می گوید ظلمی که اکنون در بغلان جریان دارد در زمان حضور امریکا در افغانستان وجود نداشت. او تاکید می کند که اعضای طالبان بر خانه او حمله کرده و در این حمله دو نفر از جمله فرزند او زخمی شدند. این فرمانده طالبان افزود مسئولین علی مجاهدین تاجک تبار جهاد را آغاز کردند. منابع از درون طالبان گفتند که برخی از اعضای خانواده او آزاد شدند، اما ملا عزیز و 5 تن از افراد او هنوز در بازداشت به سر می برند. طالبان و شعار قضایی تامین امنیت. ادعای تامین امنیت به مثابه ابزار مهم از گذشته های دور به این سو در دست طالبان بوده است. این گروه با علم کردن این مسئله ضمن آن که خود را شایسته حکمرانی بر مردم خوانده، شمار از کشورها را نیز فریفته است. اما واقعیت های میدانی در نزدیک به 3 سال گذشته چیز دیگر را نشان می‌دهد.
ناکامی طالبان در تامین امنیت واقعیت این است که افغانستان زیر سلطه طالبان نه تنها شاهد امنیت نبوده که از نو در منجلاب ناامنی گرفتار شده است. با آن هم مقامهای طالبان در دیدار با مقامهای خارجی و یا اشتراک در نشستهای مردمی رژیم خود را حافظ و ضامن امنیت در کشور معرفی می کنند. متاسفانه بازی طالبان با مسئله امنیت برخی کشورها، نهادهای بین‌المللی و مقامهای خارجی را فریفته است. بارها دیده شده که نمایندگان برخی کشورها در ملاقاتشان با طالبان از آن چه این گروه تأمین امنیت سراسری می‌خواند به نیکی یاد کرده و وضعیت را نسبت به گذشته نیک توصیف کردند. آمد و رفت گردشگران خارجی به افغانستان نیز موجب عادی‌نمایی وضعیت شده است. گروه طالبان هم که در پی شکار فرصت است از این مسئله حداکثر استفاده را می‌کند. همین حواسه هفته گذشته اسوسییتد پرس گزارش داد که طالبان برای جذب گردشگران بیشتر دوره آموزش مدیریت جهانگردی برگزار میکنند. بر پایه گزارش این رسانه رقم گردشگران خارجی در افغانستان از 3 سال به این سو افزایش داشته و مهمترین عامل آن کاهش قابل توجه خشونت عنوان شده است. در این گزارش گفته شده که رقم گردشگران خارجی از 691 تن در 2021 به 7000 تن در سال 2023 رسیده است. طالبان در برخ زمینه ها خیلی زیرکانه عمل می کنند که تشویق گردشگری به افغانستان یک نمونه روشن آن است. امارت طالب می خواهد گردشگران به ویژه آدم های اهل فرهنگ و رسانه پس از برگشت به کشورهای مطبوعشان وضعیت جاری در افغانستان را عادی توصیف کنند. میزبانی طالبان از یک زن افغان غرب نشین که با پوشش زر طالبانی به شمار از ولایت های افغانستان رفت و سپس به اقامتگاه دوم خود برگشت، تلاش برای سفید نمایی وضعیت سیاه حاکم بر کشور بود. آن میزبان در رسانه ها زیاد هم خبرساز شد. رجوع گردشگران به افغانستان مسئله پیچیده است، به این دلیل که کشور که در آن یک گروه تروریستی حاکم باشد، خطر وقوع عملات انداری هر دم متصور باشد. تمام حقوق بازاری های مردم به ویژه زنان و دختران نقض شود. رسانه های آزاد وجود نداشته باشد، خطر گروگانگیری بالا باشد و غیره. چرا سفر با آن های زمینت باشد؟ ممکن است کشورها و نهادهای در زمینه با طالبان تبانی داشته باشند. نمونه داخلی آن استفاده جویی استفاده از یوتیوبران افغان است. در این شک نیست که یوتیوبران تبدیل به یک ظرفیت رسانه‌ای برای رژیم طالبان شدند. جالب است که در فضای باز جمهوریت رقم یوتیوبران پایین بود، شاید به این دلیل که رسانه‌های آزاد مجال فعالیت داشتند و فرصت‌های اشتغالزایی به پیمانین روزها به گونه کامل نابود نشده بود. طالبان به یوتیوبران به این دلیل اجازه فعالیت میدهند که به سود آنان تبلیغ میکنند. نه تنها چنین میکنند که مخالفان طالبان را تخریب هم میکنند. آن دو لشکر یعنی گردشگران خارجی و یوتیوبران در خلق تصویر خوب از حاکمیت طالبان سخت تلاش کردند. این گزارش بسیار جالب را می توانید در ویدیوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.